خیلی خوش اومدید به تور بیستر ویلیج. ساختمونای روبرو معروف ترین برندهای دنیا رو تو خودش جا داده. امروز قیمتهای باور نکردنی رو بعد از تخفیف مرور میکنیم. برای رسیدن به این مرکز خرید که همیشه اجناس رو با تخفیف میده باید از اینجا عبور کنیم. امروز به خاطر سال نو میلادی خیلی شلوغه و جای پارک به سختی پیدا میشه. 100 پوند، 75 پوند، قیمت ها خیلی عالیه. شبم خیلی دیدنیه. تمام این تصاویر رو در ادامه گزارش خواهید دید. حتی لوکیشن این روستا رو هم انتهای ویدیو نشون دادم. مهمتر از همه این که با نمایش دادن همچین تصویری تلفظ صحیح و سال تأسیس و کشور مبدا بیش از 60 برند رو با هم مرور می‌کنیم. اینجا یکی از ورودی‌های این مرکز خرید دیدنی و معروف در کشور انگلستانه. بیستر ویلیج. این خیابون رو تا انتها میریم و تمام مغازه ها رو با هم نگاه میکنیم. فکر میکنید بیشترین تعداد برند رو از کدوم کشور میبینیم؟ جالب اینجاست که از تمام ملیت ها اینجا بازدید کننده داره. با حجاب، بی حجاب، چاینیز، حتی ایرانی. فروشگاه خلوت رو میبینیم با اینکه 60% تخفیف گذاشته. فروشگاه های با کلاس میبینیم. پدر با کالسکه، چون خانومش حتما تو صف فروشگاهه. اینم یکی دیگه از اونا. اما بریم سراغ اولین برند. سوئتی بتی، یه برند انگلیسی از سال 1998، حدود 25 سال تا امروز قدمت داره. اطلاعات دیگه هم نوشته شده که اگر خواستی خودت بخون. تلفظ بعضی از این برندها یه مقدار مشکله. خب منم خیلی‌هاشو نمیدونستم، از طریق گوگل استفاده کردم و اونها رو یاد گرفتم. باید بگیم تا زبونمون عادت بکنه. اما دومین برند، صبر کنید. دست این خانم چیه؟ DKNY. به اونم میرسیم. ایزابل مارنت فرانسوی، 1967، یعنی 55 سال قدمت داره. چسبیده به این فروشگاه. لئو اسپانیایی، لئو، 176 سال قدمت داره، از سال 1846. آندر آمر آمریکایی، 1996، آندر آمر. مونت بلانک جرمنی، 1906، 116 سال پیش از آلمان. اما این برند متعلق به سر پل اسمیس انگلیسیه که الان 76 سالشه. دیور، پاریس، فرانسه، 1946 تأسیس شده. این هم یکی از سرویس های بهداشتیشه. این چه برندیه؟ آره، پرادا. 109 سال عمر داره و ایتالیاییه. او این برند به اسم یه خانومه، ویویان وستوود. وستوود انگلیسی 2008 درست شده و صاحبش الان 81 سال سن داره. اون برند چیه اونجا تنها مونده؟ ساندرو، پاریس، فرانس، 1984. اگه گفتی اسم این برند چیه؟ باش. حالا یعنی چی؟ ترکیب اسم دو نفره، باربارا و شارون از پاریس. بریم بعدی. کلارینز، 1954، از فرانسه. دکوراسیونش هم قشنگه. یه نگاه بندازیم. ای بدک نیست. اینم وبسایت ریچلز که مردم صف وایستادن برای تخفیف 50%ش. یکم اینجا رو بریم جلو. تاتز، ایتالیاییه و 102 سال قدمت داره. همینطور که داریم برنده رو چک میکنیم اطرافم نگاه میکنیم. ببینید تبلیغات محیطیش هم با بقیه فروشگاه فرق میکنه. استلا نینا مک‌کارتنی، ایشون انگلیسیه، خودش 1971 و برندش 2014 متولد شده. بتیگا ونیتا، 1966، ایتالیا. بنفیت، کالوین کلاین، نیویورک سیتی، 1968، 54 سال پیش. اینم صف برای برند محبوبش. اون طرف چی داریم؟ بربری، نه، بربری انگلیسیه و 166 سال قدمت داره. از بربری قدمتش بیشتره، چون اون اواخر دوره قاجار حدود 100 سال پیش ساخته شده، ولی این 166 سال. حتی با دیدن سه حرفش هم میشه حد زد این چیه. ورساچی، به قول ما ایرانی ها ورساچه، ایتالیاییه و 1978،
ساخته شده. بالنسیاگا فرانسه 1919. بریم یه چرخی بزنیم اطراف. همیشه اینقدر شلوغ نیست. امروز 26 دسامبر 2022 آخرین روزهای امساله و مردم برای خرید شب عید اومدن بیرون. برای اینکه خسته نشید اطراف رو یه نگاه کوتاه میندازیم، برمیگردیم ادامه برند. اگه فکر میکنی گزارش مفیدیه لایک کن، سابسکرایب هم لطفا فراموش نشه. منم که سعید هستم، ارادتمند. اینا دارن عکس یادگاری میگیرن از فضاهایی که برای همین منظور ساخته شده. واقعا قشنگا. بریم این انتها ببینیم چی هست. هوگوباس بهش میرسیم. اینم فضای بازی بچه هاست. چرا تعطیله؟ چون درست کردن مردم بیان. حالا که خودشون اومدن، خدمات بی خدمات، مگه نه؟ خب همینطور که دارید اطراف رو نگاه میکنید، آماده شید برند بعدی رو داشته باشید. جورجیو آرمانی، ایتالیا 1975. روپرت ساندرسون، اینم وبسایتش. اینم جوزپه زناتی، 65 ساله، در کنار تیگا سامتر از ایتالیا. آکوازورا، سال 2011 توسط دیزاینر کولومبیایی در فلورانس ایتالیا ساخته شد. گوچی، 102 سال سن داره و حتما میدونید که اینم از فلورانس ایتالیا اومده. بله، صف هم که حتما براش کشیدن. این تابلو چی میگه؟ رستوران چکانیز، این طرفیه، اتفاقا از جلوش رد میشیم. بریم این تو. یکم جلوتر میریم قیمتهای لکاست رو بررسی میکنیم. نیو بالانس، آمریکایی با 117 سال قدمت. ایو سالمون، از پاریس در سال 1920. بالمین، فرانسه 1945. دیزل، ایتالیایی 1978. ایو سنت لوران، فرانسه 60 سال قدمت. خیلی هیجان انگیزه این همه کمپانی با سابقه بالا. رایس، انگلیس 1971. این آقا میگه کیپ لفت، یعنی از سمت چپ برید، امروز شلوغه. آلفرد دانهل، انگلیسیه و برندش مربوط به 130 سال پیشه. تماس جکب هیلفیگر، 1951 در نیویورک به دنیا اومده و برندش 2009 ساخته شده. The North Face، خیلی ها فکر میکنن ژاپنیه، اما 1968 آمریکا. مولبری، 1971 انگلستان. هکت، 1983 لندن انگلستان. بالای، 1851 سوئیس. فکر میکنید از این قدیمی تر توی مرکز خرید وجود داشته باشه؟ بریم ببینیم. مونکلر، ایتالیا 1952. چقدرم برایش صف وایستادم. لکاست، کجاییه؟ بله، فرانسه 1933. بریم داخل یه نگاه به قیمتهاش بندازیم. چقدرم شلوغه. این چنده؟ 130 بوده، شده 53 پوند، یعنی 77 پوند زیر قیمت. این چنده؟ 110 شده 36. صد و بیست شده 40. اینا رو هم یه نگاه سریع بندازیم. 450 شده 112. کلاه
این چه خوبه. اوه 675 اوتلت پرایسش شده 316، دوباره آف خورده شده 158، الان داره میده 129. این چه خوبه. همینطور به این کیف هم یه نگاه بندازیم، به نظر جنسش خوب میاد. 100 پوند 64 تا چنده؟ 72 پوند. خب دیگه از اینجا بریم بیرون و ادامه این آقا رو سلام. دوباره برگردیم به محیط و شروع کنیم به ادامه ماجرا. پول رالف لورن 1967 نیویورک سیتی. فرلو ایتالیا 1927. مایکل دیوید کورس، ایشون صاحبشه و الان 63 سال سن داره، آمریکایی هم هست، اینم طرفداراشم. یه راهی به ما بدید بریم اونور، دنبال همین خانم بریم. میسونی ایتالیا 1953. موس ناکل 1921 کانادا. سلین 1945 پاریس فرانسه. تگ هایر 1860، یعنی 162 سال سن داره و سوئیسیه. لاکسیتان امپروانس 1976 فرانسه. کیت سپیت 30 سال قدمت، آمریکا. دولفگاند گبانا ایتالیا 1985 دولشگند گبنه. چکونیس در واقع مجموعه رستورانه که از 1978 در لندن تأسیس شد. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ یک کمپانی دیگه به اسم پرت، یه ساندویچ حدود 5 پوندی بگیریم. یک و 95 مشابه که خوب نیست. 2.70 جینجر. یه لیموناد برداریم، چند بود؟ یادم نیست. واچ فایندر 2002 انگلستان. سالواتوره فرگامو، همینی که از پشت درخت دیده میشه. امپیل 1936 لندن. فندی 1925 ایتالیا. آگ 1978 کالیفرنیا، چقدرم طرفدار داره. کلارکس شاید قدیمی ترین برند باشه، 1825 انگلستان. دیکی ام وای 1984، دیکی از اسم مؤسسش گرفته شده، دونا کارنا و ام وایش از نیویورک. گیونچی گیبچی نه گیونشی 1952 فرانسه. کارل اوتو لاگرفلد آلمان به دنیا اومد و 2019 در سن 85 سالگی درگذشت.
All Saints 1994 لندن 281 شعبه با 2200 کارمند داره. چه صفی هم براش درست شده. لالیک 1888 فرانسه. کوچ نیویورک 1941 هم عظمت داره هم زیبایی. هوگو باس تقریبا 100 سالشه و آلمانیه. برایتلینگ سوئیس 1884. اینجا دیگه چند تا برند دیگه هست که میبینیم و یه نگاهی هم به شب میندازیم که با چراغایی که روشن میشه زیبایی بیشتری به این مرکز خرید روستایی میده. امیدوارم از گزارش خوشتون اومده باشه. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب کنید. ویدیو رو به دوستاتون بفرستید. اینم لوکیشن و محل قرار گرفتن بیستر بلیک. تا برنامه بعد. See you next time.